اردوگاه کار اجباری یا اردوگاه مرگ به یک سری از اردوگاه هایی گفته میشه که در دوره جنگ جهانی دوم توسط آلمان نازی ساخته میشه، هم در سراسر آلمان هم در یه سری از کشورهایی که در اروپا که تحت کنترل و اشغال آلمان نازی بودن، مثلا حالا مثل اتریش بود، لهستان، فرانسه، بلژیک و کشورهای مختلفی که تحت حکومت اینا بودن، هزاران تا از این اردوگاه ها ساخته میشه که به هدف کشتار سیستماتیک میلیون ها تن آدم با در واقع گازهای کشنده و سمی و مهلک مونوکسید کربن که بعدها البته سیلیکون ب میشه، که بتونن اینها رو به صورت دست جمعی اونجا در واقع بکشن. حالا یه عده‌شون که اصلا از اول زیاد به درد کار کردن نمیخوردن که در بدو ورودشون اینا رو لخت میکردن و وارد اون اتاقهای گاز میکردن و به این بهانه که ما میخواین همون بکنین و اونها رو با تزریق در واقع این سم مهلک در که یه فرآیند 20 دقیقه‌ای بودش اینها رو به کشتن میدادن، ولی یه عده‌شون که حالا میشد ازشون کار کشید اینها رو تحت شکنجه و تحت گرسنگی و کارهای خیلی سخت و طاقت فرسا اونجا رو نگه میداشتن و از اینها کار میکشیدن، ولی به هر حال اغلب اینها کشته میشدن، فقط یه عده کمی از اینها تونستن جون سالم به در ببرن. حالا چرا اینها رو به این شکل میکشتن با گازهای حالا با در اتاقهای گاز و به این شکل اینها رو میکشتن که البته بعد هم جنازه اینها رو میسوزوندن؟ این دلیلش به این خاطر بود که اینها طبق حالا تجربیاتی که در جنگ ها داشتن میدونستن که وقتی سربازها خیلی زیاد بخوان شلیک بکنن و با شلیک پی در پی اینها باعث ایجاد اضطراب و نظر روانی توی خودشون ایجاد مشکل میکنه و خیلی از این سربازها رو دیده بودن که در طول جنگ حتی ممکن بود که دیوونه بشن یا حتی خودکشی بکنن. برای همین حالا سران نازی دور هم جمع شدن و با همدیگه به توافق رسیدن که از راهی که راحت تر بشه تعداد زیادی انسان رو در مدت کوتاهی بخوان بکشن، این اردوگاه ها رو دایر کردن که هم ازشون کار بکشن هم بتونن اینها رو به صورت کشتار دست جمعی در واقع بخوان اینها رو از بین ببرن. هدف اصلی در این کشتار در واقع یهودیا بودن، ولی در کنار اون چون حالا هیتلر کلن بر اساس اینکه اعتقاد داشتش که ما یه جامعه سالم و کامل میخوایم و هر آدم به درد نخوری که تو جامعه باشه باید از بین بره، تمام افرادی که دارای حالا معلولیت بودن، همجنسگرا بودن یا حالا معلولیت ذهنی داشتن، پیروان شاهدان یهوه که یه فرقه از مسیحی ها هستن، اسرای جنگی در واقع شوروی، افرادی که زندانیای سیاسی بودن، زندانیای خود لهستانی و کسانی که کلا مخالف این نظام بودن، مخالف این سیستم بودن و حاضر نبودن که همکاری بکنن، تمام اینها از سراسر اروپا جمع‌آوری می‌شدن در واگن‌های حمل بار که نه پنجره‌ای داشت، نه صندلی داشت، نه غذای به اینا می‌دادن، نه به این صورت اینها رو از سراسر اروپا جمع‌آوری می‌کردن و می‌آوردن به این اردوگاه‌ها و در اون اردوگاه‌ها رو که ازشون میشد کار بکشن کار میکشن، خیلی هاشون هم از همون اول میکشتن که حالا در ادامه توضیح میدیم. آدولف هیتلر که بدنامترین سیاستمدار دنیا شناخته شده تونست با سخنرانی‌های خودش تعداد زیادی از مردم رو در واقع با خودش همراه بکنه. سخنرانی‌هاش بسیار تأثیرگذار بود و همینطور تونست کنترل کل کشور رو به دستش بگیره. این گونه در واقع کشتار جمعی یهودیان که به نام هولوکاست شناخته شد، این در واقع در تاریخ جنگ‌ها بی‌سابقه بود و هرگز در طول تاریخ این همه ویرانی، حالا چه جسمانی چه اخلاقی، که با نام یک نفر بخواد پیوند بخوره اتفاق نیفتاده بود. درود بر دوستان خوبم. تصاویری که میبینین مربوط هستش به یکی از بزرگترین اردوگاه‌های کار اجباری آلمان نازی که در نزدیکی شهر لینز قرار داره، در 20 کیلومتری شهر لینز. لینز هم که یکی از شهرهای بزرگ اتریش هستش که با وین تقریبا یه 4 ساعت 3-4 ساعت بیشتر فاصله نداره.
تصاویری که میبینید مربوط هست به اردوگاه ماتهاوزن که یکی از بزرگترین اردوگاه های کار اجباری بود در واقع اروپا که من از این فیلم برداری کردم براتون. در ضمنی که تصاویر رو میبینیم، حالا ممکنه من عکس هایی را مجبور بشم که بذارم که پیشا پیش عذرخواهی میکنم بابت این که ممکنه حس خوبی بهتون نده، و برای اینکه همدیگر رو گم نکنیم، اگر که کانال رو هنوز سابسکرایب نکردین این کار رو انجام بدین، چون کلی ویدئوهای جدید و از سفر به جاهای جالب، شهرهای کهن دنیا در راه هستش. تعداد اردوگاه ها و زندان ها و گتوهای به این صورت در اروپا، در سراسر اروپا خیلی زیاد بود، یعنی هزاران اردوگاه اصلی و فرعی وجود داشت، ولی بزرگترینشون و مجهزترینشون در واقع در لهستان بود که اتاقهای گاز و کوره های آدم سوزی برای اولین بار در این اردوگاه ها راه اندازی شد. و اینکه یه مطلب دیگه که در مورد این اردوگاه میشه گفت، در سردر اون به آلمان مانی نوشته شده بود که آربایت ماخت فرای، یک دروغ بدنامی که معنیش این بود که کار شما را آزاد میکنه، و هنوز این نوشته در سردر این در واقع اردوگاه وجود داره. سازمان یونسکو هم این اردوگاه رو به عنوان نماد بیرحمی انسان نسبت به هم‌نوعای خودش تو قرن 20 جزو فهرست میراث جهانی خودش قرار داده. حالا در مورد یونسکو هم که من یه دونه ویدیو جداگانه دارم که کامل توضیح داده شده که بر چه اساسی جایی، یه مکانی، یه شخصی، یه کسی عضو سازمان جهانی یونسکو قرار میگیره. جالبه اگه علاقه‌مند بودین بهتون پیشنهاد می‌کنم که این ویدیو رو حتما ببینید. همه اردوگاه‌ها در واقع تقریبا یک کار رو انجام میدادن. روش‌هاشون یه مقدار روش‌های مرگشون متفاوت بود، ولی در کل همه‌شون برای کشتاری سریع و کارآمد طراحی شده بودن. اونا کلن دنبال راه حل نهایی برای مسئله یهودیان بودن و کلن قصد داشتن 11 میلیون جمعیت یهودی اروپا رو از طریق حالا کار اجباری و انهدام کلن جمعی و کشتار جمعی از بین ببرن. البته ابتدا جامعه یهودیان رو از بخشای دیگه جامعه جدا کردن، یعنی بایکوت کسب و کار و اینا، و در یک شب هم تمام مغازه ها و خونه ها و پرستشگاه های یهودیان رو مورد حمله قرار دادن و به آتیش کشیدن. بعد زندانیانی که به اردوگاه فرستاده می شدن کلن به دو دسته تقسیم می شدن. عده‌ای برای کار انتخاب می شدن و عده‌ای که به درد کار نمی خوردن فوراً کشته می شدن. به این صورت که همونطور که در تصاویر داریم می بینین، به این صورت که بهشون در واقع دستور داده می شد که برهنه بشن، برای دوش گرفتن آماده بشن، در واقع یه جوری فریبشون می دادن. البته بهتر این که نمی دونستن چه اتفاق قراره براشون بیفته. بعد اونها رو همه رو به اتاقهای گاز می فرستادن، همونطور که در تصاویر می بینین که دوش، یعنی گاز به صورت دوش از بالا می اومده، یعنی واقعا ظاهرا شبیه حموم بوده. نازی ها کلن ابتدا از سیلندرهای کربن مونوکسید برای کشتن استفاده میکردن و این برنامه به نام مرگ آسان برای کلن مخفی کردن کشتار جمعی بود. بعدها به خاطر هزینه بر بودن مثلا این داستان، اینها گاز کشنده سیلیکون بی رو به اتاقا تزریق میکردن و منتظر مرگ قربانیان میموندن. این فرایند کشتار کلن 20 دقیقه طول میکشید، اما حتی دیوارهای زخیم هم نمیتونه صدای فریاد قربانیان رو که در حال خفگی بودن رو پنهان کنه. و کمی بعد هم سوندرکماندوها که همون خودشون در واقع یه یهودیایی بودن که اونجا کار میکردن، که اگر نمیکردن کشته میشدن، در واقع یه جورایی اجبار بود، اونها می اومدن و اندامهای مصنوعی و عینک و موها، حالا اگه موه مصنوعی داشتن، دندانهای طلا رو قبل از اینکه بسوزنن، چون بعد از اینکه این جنازه ها رو در واقع در اتاقهای گاز اینا کشته می شدن، اینها رو همه رو می سوزوندن دیگه. قبل از اون اشیاء قیمتی که داشتن، حالا دندان طلا اینا رو، اینا از بدن اینا جدا می کردن و اینها رو در یک به عنوان در واقع یک قسمتی اینها رو نگهداری می کردن و اون قسمتی که این وسایل حالا تقریبا با ارزش اونجا نگهداری می شد به کانادا مشهور بود. حالا ظاهرا برای
نازی ها کانادا یه سرزمین فراوانی به شمار می رسید، می اومد که اون اتاق رو اتاق کانادا در واقع می نامیدن. بعد از اون خاکستر کلن اجساد گفتیم که سوزونده می شدن، ببخشید عذرخواهی می کنم، اجساد سوزونده می شدن و خاکسترشون به عنوان کود ازشون استفاده می شد و از روغن در واقع این سوزوندن هم صابون می ساختن و کلن اجساد یهودیان کلن توسط آلمانی ها تبدیل به کالاهای اساسی زمان جنگ می شد، مثلا مثل همین روغن، مثل صابون، مثل چسب، مثل کود و حتی یک کارخونه صابون سازی صابون انسانی در واقع در لهستان وجود داشت. و در آخر تصاویری هم که دارین میبینین مربوط هستش به اتاقهایی که در واقع اینها اونجا حدود مثلا 400 نفر در یک چنین اتاقی میخوابیدن و همینها در اتاقی که الان دارین در تصویر میبینین حمومشون رو میکردن، باید این همه آدم در یک چنین اندازه اتاقی حموم میکردن یا در یک چنین اتاقی برای در واقع دستشویی استفاده میکردن و در وضعیت خیلی اسفبار، حالا در زمستون در اون هوای سرد واقعا اینها زندگی میکردن. حالا تصاویر دیگه هم که براتون گذاشته شد مربوط به تصاویر اون موقع هستش، یه موزه هم در همین در واقع محوطه هستش، موزه هستش که از عکسای اینها در واقع عکسایی که هست و اون آزمایشاتی که پزشکان روی اینها انجام میدادن، یعنی اینا دیگه در واقع موش آزمایشگاهی هم اونجا بودن، خیلیاشون اونجا برای پزشکان که روشون آزمایش انجام میدادن، وسایلی که استفاده میکردن تماما در این موزه نگهداری میشه که میشه اونها رو نگاه کرد. و در اطراف این محوطه هم بناهای یاد بود از سراسر کشورهایی که ازشون در این اردوگاه به هر حال کشته شدن به چشم خوره که من دو حدی تصاویرش رو گذاشتم. و در آخر این که من یادم ما در ایران در مدرسه حالا یا در اجتماع هرچی در این مورد هولوکاست واقعا هیچ چیزی نمی‌شنیدیم، یعنی خیلی اطلاعاتمون کم بود در این مورد و من اینجا که اومدم خب علاقه من بودم، در اولین فرصت رفتم و این اردوگاه رو ازش دیدن کردم، حالا اطلاعاتم هم تکمیل کردم و دوست داشتم اینها رو با شما هم به اشتراک بذارم. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه و تا ویدیوی بعدی همتون رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون.